به نام یاد پروردگار به همتا دانش آموزان عزیز سلام امیدوار در هر جایی که هستین حال و دلتان خوش باشه ما و شما قرار است که با خیر بیاییم چهل و چهارمین درس از مجموعه درس های کیمیای صنف یازده هم را با همدیگه بخوانیم. درس امروز ما و شما در مورد آغاز فصل ششم و تعاملات تیزاب ها و القلی ها هست ما در حقیقت در این فصل قرار است که با شما ایره بخوانیم که تیزاب و القلی چه تعاملاتی را میتونه از خود نشان بده در و در درس امروز ما و شما مشخصا باز تعاملات ترکیبی تیزاب ها و القلی ها را بیشتر مورد بحث قرار میدیم میریم به خود موضوعات اول ببینین از در کل تیزاب ها و القلی ها اینی تعاملات را از خود نشان داده میتونن یک تعاملات ترکیبی تعاملات ترکیبی را از خود نشان میتن دو تعاملات تجزیوی تعاملات تجزیوی را از خود نشان میتن تعاملات تعویزی ساده و تعاملات تعویزی دوگانه تیزاب ها و القلیها ها اینمی تعاملات را میتانه که از خود نشان بتن میاییم در مورد تعامل اولش تعاملات ترکیبی و تعاملاتی گفته میشه که از دو دانه ماده مختلف فقط یک دانه ماده ساخته شود ببین یک جای شوند جمع شوند ما در این شکل کلیش می میبینیم از دو دانه ماده اولیه که مختلفم هست فقط یک دانه محصول ساخته میشه مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کنه فقط آب بسازه به طور مثال یا آهن با اکسیژن تعامل کنه مثلا اکساید آهن بیای بر ما بسازه این میگن تعامل ترکیبی یک چند تا از تعاملات ترکیبی که در کتاب به ما و شما آورده میای اینا رو میبینیم شکل کلیشان در کتاب گفته ای جمع x می ای اکس. فرق نمی کنه میتونی به جای x بی بگی و در اینجا گفته x و ای میتونن انصر یا مرکب باشه فرق نمی کنه به طور نمونه تعامل عناصر با اکسیژن را نشان داده یک نوع تعامل جمعی است اکساید می آهن به همراه اکسیژن اکساید آهن را ساخته هیدروژن به همراه اکسیژن باز هم یک نوع اکساید است آب را ساخته خود آب در خانواده خود اگه تقسیم بندی کنیم اکساید میشه و تعامل فلزات با غیر فلزات را نشان داده که بیشتر مرکبات آیونی را می سازن سودیم به همراه کلورین تعامل کرده برای ما و شما سودیم کلوراید را ساخته که در حقیقت سودیم کلوراید همون نمک تعام است خب ما گفتیم که درس ما در مورد تعاملات ترکیبی خود تیزاب ها و القلی ها هست و ما بیشتر در درس امروز هدف ما اونمو نشان دادن تعاملات ترکیبی است ما می خواهیم بیایم با یک تجربه تعاملات ترکیبی رو بر شما نشان بتیم ما در اینجا به خاطر انجام از این تجربه خود چند تا مواد داریم یکی از مواد ما براده آهن هست یکی از مواد دیگه ما در اینجا سلفر هست و ما یک میله شیشه ای داریم خاشق را میگیریم به خاطر که مواد رو بندازیم در اینجا و در کل منبع حرارت داریم که توسط از این مواد را گرم می سازیم. در قدم اول ما یک مقدار از آهن را به همراه سلفر مخلوط میکنیم. می میتونیم می این کار بالای ظرف انجام بدیم فرق نمیکنه یک مقدار سلفر را ما میایم در این جمع اندازم و یک مقدار هم آهن را باید به ای اضافه کنم براده آهن هست خب اینا رو با هم خوب مخلوط میکنم در قدم اول درست اینا باید با هم مخلوط شوند وقتی ما مطمئن شدیم که مواد ما به صورت کامل مخلوط شده و تو نشه که یک جای سلفر بیشتر باشه یک جای آهن بیشتر باشه کاملا کاملا این ما مخلوط کرده باشیم کم ذره سلفر که هست نسبتا مثل گل واره میمانه باید امور رقم که شما کاگل میکنین پشتی بیل میکنین این باید کرد پشت قاشق های شقیده برین که او شوه و کاملا این یک جای کردیم حالا ما این را تقریبا مخلوط است و در میمونه میمانه میشه ما فعلا این را میمونیم میمانیم خب میاییم منبع حرارت خود را روشن میکنیم و میله شیشه که داشتیم در اینجا داغ میکنیم این میله باید داغ شوه تا بتان انرژی کافی رو بگیره و ما باز بیاییم در اینجا شاهد یک تعامل بسیار مقبول از سلفر و آهن باشیم تا یک اونا سلفاید آهن رو باز با هم دیگه میسازن زمانی که ما مطمئن شدیم که به اندازه کافی انرژی گرفته من فکر میکنم که کفایت میکن میله به اندازه کامل داغ آمده میتونه که تعامل ما رو انجام بده در حقیقت این دو تا مواد سر به خود تعامل نمیکنه عزیزا ای به یک مقدار انرژی اولیه ضرورت داره تا بتونه تعامل کنه و ما همون انرژی اولیه را از طریق گرم ساختن از او حالا به صورت مستقیم رو گرم نمیسازن چون بوی بد تولید میکنه سلفر میله رو داغ میکنیم داخل از اون چون اگه سلفر رو مستقیم گرمی بتیم ما در فضای بسته نمیتونیم که تنفس کنیم بسیار اما سلفر دای بوی داره که باعث خفگی میتونه شود خب میایم میره در اینجا میمانیم شما میبینین تعاملات به صورت خود به خودی در اینجا آیست صورت میگیره و بین آهن و بین سلفر به آیستگی تعاملاتشان رخ میتن عزیزا شما جریان تعامل آهن را با سلفر مشاهده کردین در اینجا هنوز تعامل کرده میره ای در اصل سلفاید آهن را برای ما و شما تولید کرد و تلاش کنین این تجربه را در فضای بسته انجام نتین یک کمک زره یک امو گاز که ازش تولید شده شاید باز شما را اذیت کنه ای در اصل تعاملات تیزاب ها و ببخشید تعاملات آهن با سلفر است من میخوایم می این صحنه رو شما یه دفعه ببینید دقیق اینجا میبینین این تجربه رو به نام امو خود آتشفشان تجربه آتشفشان حالت مگما رو به خود میگیره میبینین در اصل حالت مگمایی که از آتشفشان سرازیر میشه لابا مثل از اون باشه و پسان سنگ میگرده سخت شده یعنی اینجا کاملا دیگه مواد ما با هم تعامل کرد و این مواد جدید مواد جدیدی که تولید شده ای در اصل امو سلفاید آهن هست و دیگه نه آهن خالص هست نه سلفر خالص سلفاید آهن ما ایره میگیم ای در اصل دهنده یک تعامل ترکیبی بود که ما و شما آمدیم با همدگه این تعامل را مشاهده کردیم تعاملات ترکیبی در کل همین قسم هستند که از چندین ماده اولیه یک دانه محصول را ما میتونیم که ازش به دست بیاریم عزیزان میریم ما و شما به ادامه درس و موضوعات بیشتر را در مورد تعاملات ترکیبی خود اکساید ها میخوانیم ما تا این قسمت کار را فهمیدیم که وقتی یک انصر با یک انصر دیگه تعامل کنه یک مرکب را میسازه اگر با اکسیژن تعامل کرد اکساید را میسازه این حال اکساید چه قسم تاملات ترکیبی را از خود نشان میدن. اکساید های فلزی اگه با آب تعامل کنه بر ما القلی ها رو میسازن تمام اکساید های فلزی با آب القلی ها رو میسازن اگر اکساید غیر فلزی باشه با آب تعامل کنه بر ما و شما تیزاب ها رو می سازن. و اگر اکساید های فلزی با اکساید های غیر فلزی تعامل کنه در نتیجه بر ما و شما نمک ها را می سازند میاییم با همدگه تعاملاتش را مشاهده می کنیم گفتیم اگر اکساید غیر فلزی با آب تعامل کنه تیزاب می سازه اکساید غیر فلزی جمع آب برای ما و شما می سازه تیزاب البته تیزاب ها دو تیزابه؟ اکسیژن اکسیجندار هست فرض میکنیم کاربون دای اکساید عزیزا کاربون دای اکساید اکساید غیر فلزی است چون کاربون غیر فلزه همی اکساید هم اکساید غیر فلزی گفته میشه همراه آب یک جای میشه ببین ما این چه قسم ترکیب میکنیم هر وقت دیدی اکساید غیر فلزی داری مانده کده آب چی میسازه همین فرمول یادت باشه که چی میسازه تیزاب ره یک قسم تکمیلش کو هر چی که هیدروژن داری در دا اول نوشته کو یعنی کل هایدروژن ها در اول اکسیژن هر چی که دارید دا آخر نوشته کو یک تا اینجا دو تا اینجا سه تا همین عنصر غیر فلزی رو ما بین از نوشته کو کاربونیک اسید اگه ذری زر... زریب از یک از زریبش نمیمونیم اگه این زرایب هر سه از همزمان به عین عدد قابل اختصار بود باید اختصار شوه اگه نبود نه با طور نمونه در این مرکب اگه شما دقت کنین دای نایتروژن پنتا اکساید اکساید غیر است نایتروژن غیر فلزه که آب اگه ما ایره تعامل بتیم دو تا داری اول دو تا هایدروژن. آخر آکسیژن های این شش تاست این آخر آکسیژن های شش دانه دو تا دو هم داری دو تا نایتروژن هم اینجبان اینال خودت میبینی که ذرای بعضی قابل اختصار است یک دو دو یک دو دو سه دو شش پس میتونه ای به این حالت نوشته شود H یک یک شم نوشته نمیکنیم N O سه درست است باید باید به این مدل نوشته شود این یک موضوعی که ما گفتیم دوم اگر عزیزا ما و شما داشته باشیم اکساید فلزی و این اکساید فلزی همراه آب تعامل کنه برای ما و شما در حقیقت قلوی یا القلی میگیم بچه ها اگر القلی گفتیم یا قلوی گفتیم فرق چندانه نداره عزیزا فقط شما در اینجا فرض میکنیم داریم کلسیم اکساید جمع آب چه قسم تکمیل میشه؟ اول فلز را نوشته میکنیم اول فلز بعد چون هیدروکساید میگیم او OH اچ حتما اضافه میکنیم دیگه پشتیتیش نمیگردیم به چی ترتیبه کلسیم چارجش مثبت دوست از روی از اینجا میفهمی تعداد اکسیژن دو برابر کو تقسیم تعداد این کو تعداد ازی یک اس. دو برابر ضرب دو کو میشه دو تقسیم به تعداد ازی کو تقسیم ازی تقسیم یک خود دو مبرای چارج ازی دوست قوس بان دو رو بیار اینجا خلاص تکمیل شد کلسیم هایدروکساید القلی بر ما ساخته شد و اگر اکساید فلزی با غیر فلزی با استعمال میکرد نمک را می ساخت که ویش هم ما برتون یک نقل میتون در خانه خودتون تکمیلش کنین رقم این از می تکمیل میشه فکس مثل نمی تیزاب ها باری. دقیقا عین کاری که اینجا کردین در اونجا انجام بتین من حیث کار خانگی میتونی کربن دایوکساید اکساید را یا دای نایتروژن پنتا را همراه کلسیم هم اکساید در خانه انجام بدین خب عزیزان ما و شما به پایان درس امروزی خود رسیدیم امیدوار هستم درس امروز را فهمیده باشین و از درس لذت برده باشین تا درس آینده و جلسه آینده همگی شما را به خداوند یکتا می سپارم